طرف نقل میکنه از مخالفین آقا امام رضا که آدم شد، میگه دیدیم علی ابن مسر رضا داره در بیابانها از توس زده بیرون تو بیابون داره راه میره. میگه شروع کردن پشت سرش رفتن، ادا در آوردن، مسخره کردن، یه بلند بلند مسخره میکردن، متلک مینداختیم، میشنید هیچ چی نمیگفت. میگم یه آهوی از اون طرف آقا امام رضا برگشت بهش نگاه کرد، اشاره کرد، آهوی دوید اومد اینور، نشست با این آهوی شروع کرد صحبت کردن، دست کشید سرش، نازش کرد، گفت برو. همینجوری گفتیم چی کار میکنه؟ ما در به در دنبال شکار آهویم پیدا نمیکنه، آهو خودش اومده دم دستش، نگاه کن. میگه میرفت این آهو هم دنبالش. ما اصلا تعجب کردیم، خود ترسیدیم، گفتیم بابا اینا بالاخره فرزند پیغمبره، این چه حرفایی بود ما زدیم؟ یه خورده عوض شدیم. میگه دیدیم این آهو داره میره، هی هر کارش میکرد نمیرفت، آهو ول نمیکرد. میگفت دوباره نشست، میگه به چشم خودم دیدم اشک داره چش این آهو میاد، چه عجیب غریبی بودم، چه حادثه‌ای به عمرم ندیده بودم. میگه آخر دست کشید و بهش گفت برو، آهوی میرفت برم یه پشت سرش نگاه کرد. میگه اومدیم گفتیم یا نه رسول الله غلط کردیم، ببخشید، داشتیم دریوری میگفتیم. لبخندی زد، گفت مهم نیست، کار تو بگو. میگفتم چی بود این داستان ما به چشم خودمون دیدیم؟ گفت صداش کردم اومد به سرش، برکت دادم تو ذریه‌اش، گفتم پاشو برو شیرت زیاد بشه. میگه بچه رو ولت نمیکرد، میگه با من داشت میگفت من فکر کردم تو منو گفتی بیا که میخوای منو ذبح کنی که بخوری، من آهو گوشت بشم به تن امام زمانم. ول نمیکرد، میگفتم برو، میگفت نه باید منو ذبح کنی. گفتم برو برو، خدا وکیلی توی بچه هیئتی چقدر حاضری. ببین یه چیزی میگم، لاف نزنی یا لاف نزندش، لاف نزن، صادق باش. اگه بهت بگن ظهور مشخصه که خدا میدونه، بگه ای بندم به خاطر تو اگر تیکه تیکه بشی، یعنی با کارد و قمه بیافتن به جونه تیکه تیکت بکنن، یک دقیقه ظهور نزدیک میکن، قطعا یک دقیقه قطعی ظهور میکن، ظهور نزدیک میکن. میپذیری یا نه؟ میدونم بعضیاتون میپذیری، باریکلا میدونم میپذیری. حالا چیز بهت بگم دردت بگیره، با هر گناه 10 دقیقه ظهور داره عقب میفته، نمیخواد تیکه تیکه شی، نمیخواد.